سلام، امروز با یک ویدیوی دیگه در خدمت شما هستیم که میخواییم برایشیم توضیح بدیم که حروف الفبای انگلیسی که است به سه دسته تقسیم میشه. کموتر اگر بتوانید بخوانید، The English alphabet is divided into three categories. خب، اولی که است vowel letter است، حروف های صدادار، یعنی که حروفایش صدا داره، مثل ا ا او از این جور چیزا. خب بریم سراغ بعدی. بعدی که است سیمی واول لتر است، یعنی خیلی نیم صدا است، حروفایش بعض جاها صدا داره بعض جاها صدا نداره، و بعض جاها که است صدای ا ا او رو میده. خب بعدیش هست کانسننت لیتر است، یعنی بی صدا، حرفای بی صدا است. خب بریم برایش نشان بدیم که واول لیتر چی است، کدام هست. خب واول لیتر اولی که است ای ای آی او یو، اینا پنج تا هست که صدادار هستن در زبان انگلیسی و جمله ها را که هست صدادار مونه. خب بریم بعدی که گفته بودیم نیمه صدا است، سیمی واول لتر است. در این قسمت سیمی واول لترز خب چی هست؟ اولی که هست دبلیو است، بعدی که هست وای است. خب و میریم بخش سوم consonant letters که بقیه حروف ها هست که بی صدا هست، همونطور که میتونید ببینید B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, and Z. اینا کسا بی صدا هست. consonant letter که است یعنی حروف بی صدا، و اینا بی صدا است، و وقتی که جمله می سازی باید از اینا استفاده کنیم که بتونیم جمله ها رو بتونیم بخوانیم و زیر زبر داشت بیدیم. وقتی که زیر زبر مخره جمله ازمو خنده میشه، و وقتی که زیر زبر نداشته باشه دا آسانی خنده نمیشه و معنی خاصی نمیده. دوستای عزیز، خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بای.